أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل على محمد و عرض به خدمتون یه سوالی کردن که این چرایی در حقیقت چرایی شفاعت تکوینی، حالا یه جواب میدیم، این جواب هم دقت بکنید که مشخص بشه. ببینید ما بحثمونم تا الان همین این بود، وقتی بحث اولی آیت الکرسی بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. خب عرض به خدمتون که بعد از این بحث حی قیوم با تمام تفاصیلی که عرض شد، بعد یک ملکیتی رو طبیعتاً این حی قیوم درست میکنه که این ملکیت در تمام تار و پود شی میره، که این ملکیت تبدیل به شأنیت میشه. معنیش اینه اگر کسی مالک چیزی هست، مالک نیست در حقیقت، ضمن اینکه مالک است و نیست. خب یعنی شما باید در بستر شأنیت تصویر کنید همین چیز، نه در بستر نفسیت. خب این بحثایی بود که باید همینجوری تو ذهن بمونه یه همچی چیزی. ازا مالکیت، اگر یه شیعی مالک است، مثلا قوه خیالم مالک اون تصویریه که قوه خیالم ساخته، ولی اینا همه مالکیت منه به عبارتی. ازا میشود مالکیت رو کلا نفی کرد از بقیه چیزها. وقتی که شما دارید اشاره به در ارتباط با ذات الهی نگاه میکنید، میشه نفی کرد اونجا. قاعده چیز فقیر بودن، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، او غنیه. این معنای توحیدی که شما هم کثرت رو بپذیری و وحدت رو بپذیری، اون دای کثرت رو توحید کثرات بکنی، این فقط در قالب اسم و شأن اتفاق میفته، نه در قالب نفس و نفسیت و ذاتیت. لذا ذات نداره، نفس نداره، خب در مقابل الهی اینا نداره، اینا در مقابل همدیگه هستن که همچی چیزایی دارن. این معنی اگر به ماسه، اون موقع خود این کسرات، ببینید دیگه وقتی من میگم کسرات، شما باید کسرات شعنی بفهمید دیگه، کسرات اسمی بفهمید. یه تراتیبی تو خودش داره. خب یعنی فرض کنیم که یه سری اسمایی اسماء بالاتر از یه سری اسماء دیگه، سبقت اسماء بر هم مثلا ما داریم. خب که حالا میگید که این شفاعت تکوینی باید باشه، اساساً خاصیت خلقت اینه که شما مثلا فرض فرمایید که همین الان سمیع و بصیر بالاست، علیم پایینه، یا سمیع و بصیر پایین علیم بالاست. اون الان تو این اسماء الهی شما تصورتون چه جوریه؟ یعنی بله دیگه، علیم بالا قرار میگیره دیگه، یعنی سمیع و بصیر جلوه ای از علیمند به عبارتی. پس علیم بالاست، سمیع و بصیر پایین تره. اگر سبقت این اسم ها رو نسبت به هم دیگه، شما خاصیت چینش نظام هستیه اینا
مثل سلسله اعداد میمونه که گفتم تراتیبش تراتیب واقعیه اینا. برای همین دارم مثلا یا من سبقت رحمته و غضبه، یعنی این اسم سابقه بر اسم الیاس، یعنی اسم چیز از این سبقت گرفته. یا همین دعای سحری که هست و شما حتما لاغل دم سحری میشنوید این رو، که یه تابع داره دیگه، اللهم منی از اسئله که من ایکس که به ماکسیموم ها و کل ایکس که رفیع. خب این تابع کلی این دعای سحر دیگه. خب ببینید تو اونجا خیلی عبارت های دعای سحر عبارت های دقیقیه که اتفاقا توجیه بحث شفاعته. نه و کلو ایکسه که ماکسیموم نیست دیگه، نه. اللهم انی اسئلو که مثلا من اسماء که به اکبره ها، من از اسمات اکبرشو میخوام و کلو اسماء که کبیره. ببینید همه اسم ها به دلیل چیز، به دلیل وجود ذات درش طبق رفیع و درجات همشون بزرگن. خب من یادتون هست سر رفیع و درجات من عرض کردم اینا خدا در هر درجه ای هم باشه رفیعه، چون ذات هست. خب چرا دیگه؟ اتهام میگه که اسماء کبیر و اکبر داره. خب ببینید میگه اللهم منی اسألو که من اسماء که به اکبرها، من اکبر الاسماء رو طلب میکنم، گرچه و کل اسمایی که کبیره. من نمیخوام بگم اسمایت مثلا کبیر صغیر داره، ولی کبیر اکبر داره. خداوند رفیع و درجه نیست، نه خیلی، خداوند رفیع و درجاته. این جالبش همینه، اصلا اقتضای شأن این است که من الان روح من در هر مرتبه، یعنی در مرتبه عقل ریخته باشه، در مرتبه خیال ریخته باشه، کلا خیال پایین تر از عقله. خب این مرتبه عقلانی من، منم مرتبه خیالی منم، منم اون حاصل از اینا هم باز داره منم. خب و چون منم بزرگ، یعنی خودمم. خب ولی اینا هم واقعیت داره، واقعیت داره طبق بحث شأن واقعیت داره. خداوند رفیع و درجه نیست، خداوند رفیع و درجاته. خب خداوند درجات داره و همه اینا هم خودشه. خب لذا اون توحید مطلق رو باید نگه دارید. بعد میگه که اللهم مثلا من کمال که به اکملهی و کل کمال که کامل. خب اللهم انی اسئله که مثلا من عزت که به اعزها و کل عزت که عزیزه. یعنی ما عزیز و اعز داریم، عزیز و ذلیل نداریم ما تو دستگاه الهی. یعنی شما نگاه میکنید در حقیقت اینا تراتیب دارن نسبت به حضرت حق. خب و اینا عزیز و اعز دارن، نه عزیز و ذلیل. اینا کبیر و اکبر دارن، نه کبیر و صغیر. اینا اکمل و کامل دارن، نه. حتی این نکته رو حالا داشته باشید تو بحث شفاعت مهمه، اللهم انی اسألو که من مشیت که به امضاها و کل مشیت که ماضیه. و این دعا خیلی دعا عجیبیه. اصلا مسئله شفاعت یعنی همین. حالا بعدم که اللهم انی اسئله که من مشیت که، خب به امضاها، یعنی به ماضی ترین مشیت، به شدنی ترینش و بزرگترینش. و کل مشیت که ماضیه. اینجوری نیست که چیزی جلو مشیت رو گرفته، یعنی مشیت از اون حالت اطلاقیش خارجه، ولی من دارم تو اسما یک سیری میکنم، میرم رو اسم امضا میشینم، نه رو اسم ماضی. نمیدونم عرضم یه خورده چیزه، میدونم ممکنه احساس سختی میکنید نسبت به این فرمایش، ولی یه خورده دل بدید به قول مده ها. حالا عرض میکنم دیگه، شما اگه بحث شأنیت رو
نگه دارید هی. البته تراتیب رو نگه دارید، تراتیب زائیده هستیه. ببینید مثل اینی که چجوری برق چیز رو، برق دکل رو نمیشه زد به لامپ، این لامپ اقتضاشو نداره که برق دکل رو بگیره، برای همین تراتیب درست میکنه. منطقه مراتب خاک بر فرق من و تمثیل من تو همه اینا. یوه اینجوری نه، فکر نکنید که یه دونه ترانسفورماتور مستقل کاهنده اینجا وجود داره که داره مثلا این میشه وجود رسول الله مثلا، نه این نیست. و که مثلا اینا یه سری ترانسفورماتورهای کاهنده این داستانه، نه اون فیز اصلا تعبیر واسطه تول فیز یعنی همین. و کسی هر چقدر در مرتبه من هی میگم این میشه عبودیت و میشه عبدیت، در حقیقت به خاطر همین نکته است که هر کسی شأن‌تر میشه به شأنیت مطلقه میرسه. خب هر کی قیودش رو کنار میذاره به شأنیت مطلقه میرسه، بعد مطلق شأن که میشه میشه واسطه تول فیز. و یعنی ما همه واسطه فیزیم، کسی صاحب فیز نیست که. من الان مثلا من دارم به شما قرآن یاد میدم که من صاحب فیض نیستم که، منم واسطه فیضم. ببینید داستان چیز، داستان شأنیت یعنی همه واسطه فیضن، منتها یکی از واسطه تل فیضه اون موقع. و اینه ما هم واسطه فیضیم، ما صاحب فیضیم، پس مثلا ندیگه بحث شأنیت. تازه تو این دعای سحر راجب شکل دقیقت هندسی قدرت خدا هم یه توضیح داده، دیدید دیگه، دقیقت که با کل قدرت که مستطیله یه بعد از یه ماه با خدا باید اینقدر رفیق شده باشیم یه شوخی دستی قدرت خدا مستطیله حکمتیه توی پس این اسما ببینید کبیر و اکبر داره، مشیت امضا و ماضی داره، نمیدونم اکمل و کامل داره، عزیز و عز داره، اینا این تراتیب هستی در حقیقت وجود دارن. عقل بالاتر از قوه خیاله، خب عقل بالاتر از قوه خیاله، خیال پایین تره، جسم مرتبه جسمانی پایین تر از اونه، این جایگاه های خودشه. خب اینها رو نسبت به اون قیود خودش اگه نگاه بکنی، خب اینا منحصرن در همون چیز، این همون است که شما ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک کلو من عند الله. ببینید یعنی این بالاخره از زیر پر خدا که در نرفته که، حسنه و سیعه، ولی حسنه چیزیست که مربوط به اون فیضه و با خدا نسبت برقرار میکنه، اون همون فیضه است. لذا ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئت مربوط به همین این قیده، این کلن برداشت از مرتبه میشه. برای همین است که من یه مثالی قبلنا زده بودم، شما ببینید این احکام وجودی و احکام عدمی، بعضی بالا احکام وجودی بالا میره، احکام عدمی بالا نمیره. مثلا شما مثلا یه نور ضعیف خب یه اتاق رو روشن میکند، این نور ضعیف سالن رو روشن نمی کند. خب یعنی دو تا حکم دیگه. الان شما نگاه بکنید میبینید دو تا حکم میخور به دو جا. وقتی میگید یه نور ضعیف یه اتاق رو روشن میکند، لنورهی یا لضعفهی؟ بله لنورهی دیگه. اگه میگید یه سالن رو روشن نمی کند، لنورهی یا لضعفهی؟ لضعفهی دیگه. یعنی حکم، حالا شما میبینید حکمی که وجودیه میره بالا، مثلا یه اتاق رو یه نور ضعیف روشن میکنه، نور قوی تر اونم روشن میکنه، قوی ترش اونم روشن میکنه، چون که لنوره، این حکم میره بالا. ولی یه حکم عدمی چون که از مرتبه اخذ میشه، نه از فیض، نه از وجود، از حاشیه وجود، از عدم وجود داره، عدم وجود با وجود نسبت برقرار نمیکنه. خب و
برای همین است که شما اون حکم نمیتونید ببرید بالا، نمیتونید بگید اگه یه نور ضعیف یه مثلا سالن رو روشن نمیکنه، یه نور قوی تر هم یه سالن رو روشن نمیکنه، این حکم نمیره بالا، حکم تو مرتبه گیر میفته. عرضم واضحه؟ خب اون موقع است که ما تو بحث شفاعت بیاید تو همین فضا وقتی که نگاه بکنیم و با بحثایی که از قبل کردیم، اون موقع تصویر شفاعت که الان تو این فاصله من میخوام این تصویر رو بدم، تصویر شفاعت با این چیزی که ما گفتیم یه مقداری میفهمیم که داره فاصله میگیره از شفاعت‌های دنیوی یه استقلالی، بلکه نه تنها سببیت رو زیر سوال نمیبره، مؤکد این سببیت اتفاقاً. انگار یه سوالی بود که اگر همه مالکیت برای خدا میشه پس شفاعت چی میشه؟ بودن من ذا الذی یشفع عنده، کیه که با این کسی شفاعت نمونه الا به اذن، با همون فرهنگ اذنی که ما عرض کردیم که تو خود اسماء شکل میگیره. بازم اذن نه این که میگن تو برو یه کاری بکن، اون ولی استقلال میره یه کاری میکنه، یه چیزی میدن دستش میره، چیزی اگرم دستش هست دستش نیست، اگه دستش مالش نیست. خب برای همین است که کسی که هی عبد میشه میفهمه تمام تصرفاتش تصرفات غیر مالکانه است. خب و همین است که یه بعد سلوکی داره که اصلا میبینه تصرفات غیر مالکانه احتیاج به اذن داره و سر خود نمیتونه تصرف کنه، تصرف خداست در یه چیزی داره تصرف میکنه. خب شما نگاه بکنید یه دست آیات با همون منطقی که گفتیم که میاد کلن نفی میکنه، میاد کلن نفی میکنه، چراییش هم بعدا معلوم میشه که حالا قبلن حالا تو توضیح دادم. مثلا شما این آیه رو نگاه بکنید، آیه 48 سوره مبارکه بقره، اینو نگاه بکنید، آیه 254 بقره هم نگاه کنید، در آیه 45 سوره مبارکه بقره، اینا همه اون نفی مطلق است که واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، یعنی شفاعتی کلن چیزی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، هیچ شفاعتی وجود نداره. خب اینا هم تخصیص نمیخوره، دقت کنید اگه بعدن شفاعتی اثبات شد میدونید که قواعد کلامی تخصیص نمیخوره، اینا رو به اساس تخصیص نباید بفهمید، ولی تخصیص رفقای طلبه هم میدونن تمام چیزاش یعنی چی، تمام ضوابطش. اینجوری نیست که مثلا اگه تخصیص، مثلا فرض کنید یه جای شفاعت اثبات شد بگیم این آیه مخصص اون آیه است، اصلا اینا مخصص نیستن ها، اینا آبی از تخصیصن. یعنی شما باید چجوری میگی مالکیت هست و نیست، هست به اذن هست، نیست یعنی واقعیتش بازم نیست، کسی مالک نیست، به اذنم هست بازم یعنی نیست. خب اینجوری نیست که بگیم که آیه مثلا با آیه دیگر تخصیص کنه. برخی از مفسرین که با این فرهنگ جلو نیومدن حرف از تخصیص زدن، فکر کردن این آیات یا مثلا آیه 254 سوره مبارکه بقره که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، هیچ بیعی نیست، هیچ رفاقتی هم نیست، هیچ شفاعتی هم نیست. این آیه رو نباید بگیریم که خب نه ما که میدونیم شفاعت ائمه هست پس اینو با اون تخصیص میزنیم، اصلا اینجوری نیستا. اینا اصلا این بیانات آبی از تخصیصه. ما خیلی وقتا این مثلا داریم فمن ذا الذی، مثلا ما حالا میگم چرا اینو تخصیص نمیخوره، حالا میگم، مثلا ما داریم که یعمل مثقال ذره خیرا یره و یعمل مثقال ذره شرا یره، خب گفتن با استغفار تخصیص خورده، نه اینجوری نیست،
اینا با استغفار تخصیص نخورد. به قول حضرت امام میفرمایند اینا آبی از تخصیصه، اصلا این گزاره‌های کلامی اینجوری آبی از تخصیصه، فقه نیست که اینجوری. در حقیقت این که آیاتی که خب دیگه حالا فراوانو شنیدید که در زمین اثبات شفاعت، چه اثبات کسی که شفاعت میکنه، چه اثبات برای کی شفاعت میشود، مثلا لمن یشاء و یرضا، کی شفاعت میکنه، کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا، نمیدونم و همین جوری، کیا شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت میکنن، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، برای کسی راضی و هم من خشیته مشفقون، همه اینهایی که اومده شما باید ببرید تو همین منطق توحید کثرات، تو همون اون موقع است که شما اگر اونجا نبرید شفاعتی دارید طرح میکنید از جنس شفاعتهای دنیایی که اسمش شراکته، از یعنی تخریب دایره مولویت مولاست. حالا عرض میکنم اینو توضیح میدم. این آیه رو ببینید، سوره مبارکه انعام آیه 94 که صفحه 139 صفحه آیه 94 ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم، اون چیزایی که بهتون دادیم خلاصه ترکتم، ولکید ورا ظهورکم و ما نرا معکم، ما ندیدیم با شما شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا. یعنی شما بحث شفاعت رو خب که اینا هم میگفتید بت‌ها شفعاءنا عند الله، اینا لیقربونا الالله زلفان و همه اینا، ولی شما شفاعت رو، چون ببینید ما بت پرستی رو انقدر بد معنا میکنیم که به یک سری دیوانه بیشتر نمیخوره همچی کاری بکنه. مثلا 1 میلیارد و خورده آدم تو چین فقط اینا بت پرستن، 1 میلیارد و خورده دیگه تو هند بت پرستن، خب بیشتر خلاصه موجودات روی زمین الان بت پرستن. خب بعد تو اینا آدم حسابی هست و فلان. من یه موقع عرض کردم شاید ما این تو این هند یه معبدی داره، معبد آکشاردام، حالا کسایی که رفتن میدونن تو معبد آکشاردام اونجا این خداها رو که معرفی میکنه، بعد چیز میکنه این خداها رو میبره زیر پر یه خدای دیگه به نام او، اسمش اوه، همون هوه ماست، و یه تصویری اگه بخوام درستش کنم تصویر اسماء میده از اینا. منتهای مراتب همین حسی که ما نسبت به شفعاء داریم، که حسی که حالا خیلی‌ها دارن، حالا ما نه، ما چون که خیلی خوبیم خیلی فرهیخته‌ایم همچین حسایی نداریم، ولی یه حسی داریم تقریبا، حس پارتی بازی، حس دور زدن، حس نقض قانون، حس نقض جزای قانون، حسای اینجوری. خب اینها رو در حقیقت میاریم از زیر اون پر میاریم بیرون، از زیر پر اسما میاریم بیرون، یه نقش شفاعت، اون دیگه شفاعت نیست، اون شفاعتی که گفتن اون دیگه، اون اسمش شراکته، که این ماها میونه در ماها هم هست، همین در خیلی از ماها، حالا ما چون خیلی خوبیم نیست، ولی در خیلی ها این حس وجود داره که این یه جوری حالت شراکت داره و تهدید داره مولویت مولاست، یا تهدید حکمت، یا تهدید قوانین، تهدید یعنی محدود ساختن و تخصیص زدن اونا، یا تهدید و تخصیص زدن جزاییات قانونه. خب یه تصویرای اینجوری میگه این اینی که شما دارید فکر میکنید این دیگه شفیع نیست، اون شفیع که من میگم نیست دیگه، و یعنی میدونید که این بوتایی که اینا میسازن که اینا رو نمیپرستن، اینا در حقیقت شکل، یه شکل ترسیم شده ایست، مثلا از اون اسم یا از اون خدا، مثلا از اون ملک، مثلا از اون چیز، از اون
و یه نه چیزی که خودش میسازه که انقدر خر نیست که آدم فکر بکنه منو این ساخته اون موقع. بعد ما یه همچین تصویری میدیم از بت پرستی، اولا به ما نمیخوره، بعدش هم جایی که این همه قرآن سرش اصرار کرده مثلا اونو که اصلا به ما نمیاد، یعنی کما که سر تصویر ولد همینجوری هستیم. حالا بحث باز مفصله. این که شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، یعنی دیگه این شفیع نیست، این شریکه، اینی که شما درست کردید از تو این توحید کثیر عملا خارجه، اینی که درست شده. اون موقع این آیه رو بیارید باز، آیه سوره مبارکه زمر، این آیه مهمیه، میشه صفحه 463 آیه 44، صفحه 463 آیه 44. در آیه 43ش داره امت تخذو من دون الله شفعا، آیا اتخاذ کردن من دون الله شفعا از غیر؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این دلیلش این که اینا نمیدونن اینا مالک چیزی نیستن. ببینید یه نفی مالکیت رو با اثبات مالکیت باید با هم بتونید جمع بکنید که کسی مالک چیزی نیست اصلا. خب قول پیغمبر اینو بگو، ببینید این میگم تخصیص نداره، اینه قول لله شفاعت و جمیعا، شفاعت همش برای خود خداست، چون مالکیت برای خود خداست. ببینید له ملک السماوات و الارض، چون مالکیت، این عین برعکس همش همینه، همه اون شفاعت برای خداست، چون که همه چی برای خداست، همه چی در مالکیت خداست، اگرم بقیه دارن باز خدا دارد اونو، این اقتضایشن، نه اینکه بقیه دارن به لطف الهی مثلا با تعبیر اینجوری مثلا خدا داده بهشون همچین همچین قدرت‌هایی رو. خدا هیچی رو واگذار به هیچ کی نکرده، این معنی اسمه. خب خدا هیچی به هیچ کی نمیده، فهمین؟ خب این معنی نمیدونم باش چیز شدید یه مقدار با این معنی اسم، معنی شأن، که خدا هیچ چیزی رو به هیچ کس نمیدهد چون که کسی نیست، اصلا کسی نیست، چون دارید رابطه با ذات حساب میکنید دیگه، ذاتی نیست که بخواد خدا اون رو به اون بده. خب خدا چیزی رو به کسی نمیدهد، خب لذا هر چیزی که در به اذن باشه همش پیش خداست. باز همش این مثال ذهنی رو تو ذهنتون بیارید معلوم میشه، همه اون تصورات و فلان قوه خیال، همه اون قوه، الان همش خودم هم دیگه، همش الان همش با هم دیگه خودم هم. درسته تراتیب داره ولی خودم هم. همش این قل اینجوری بگو که لله شفاعت و جمیعا. اینجوری یه تصویر خیلی دقیقی برای مملوکیت و مالکیت و همه اینا داره. حالا نکته داستان اینه، ببینید بله هر چی هست شما ذات و نفی بکنید از موجودات، تراتیب میمونه، خب و اون موقع اکبر و کبیر میمونه، که حالا تو شفاعت ها میگم. ببینید مثلا یه تصویری هست بعضیا میدن که تو این تصویر شما باید از اسباب استفاده بکنید، مثلا این اسبابی که خدا گذاشته. خب این حرف هم درسته هم غلطه. مثلا میگم برای بیماری شما باید دارو بخوری، بعد یه داستان هم از حضرت موسی میارن که حضرت موسی مثلا مریض شد و دارو نخورد، گفت خدا تو شفا بده، خدا هم گفت موسی تا این دارو رو نخوری من شفا نمیدم. خب ببینید این داستان ها درسته و ناقصه. درسته به خاطر که دارو هم همون مجراییه که عملا داره این اسم شافی توش جریان پیدا میکنه، اما ما اسماء کبیر و اکبر داریم. یه موقع از یه نفر میخواد حکمت رو زیر سوال ببره، خب چون که اسم حکیم اون بالا یکی از بالاترین اسماه، خب اسم حکیم اینجوریه،
که برای همین است که یال من لا تبدل و حکمته الوسائل، ای کسی که هیچ توسلی حکمت تو عبه نمیبره، چون از این اسمای بالاست، همه عالم رو برای این ساخته. یه وقت تو با دارو نخوردن اساسا میخوای حکمت رو بری زیر سوال، یعنی داری تو اون اسم بالایه رو میخوای خراب کنی. خب بی خود میخوای همچی کاری بکنی. خب ولی آیا این شفا در سبقت اسماء و هم دیگه تو داروه؟ مثلا من نمیتونم با یه دعایی با یک شفاعت یک اسمی سبقت بگیر بر اسم دیگری، مثلا من اونجا شفا پیدا بکنم. خب دقیقا تجدول سنت الله تبدیل، تمام قواعدش نگر میده. حالا من اتفاقا میخوام بگم این تأکید شفاعت تأکید بر سنت الهیه، تأکید بر سببیت، این نه نقض سببیت. خب این سبقت اسما به هم دیگه است، نه نقض حکم اسما. خب نه نقض حکم اسما. ببینید این داستانایی که نقل میشه باید اجتهادی نقل بشه. یه موقع از نه حالا بالا منبری اشکال نداره واقعا، آدم مقاد بگی که این چیزا رو رعایت بکن، مثلا آدم تو منبر یا حالا همه معتقدات خودش رو قرار نیست بیرون بریزه، ولی داستان باید اجتهادی باشه. من برای همین میگم داستانها رو هم باید مجتهدی نقل کنن. خب دقیقا یه سنتی برای یک سنتی، یه اسمی برای یک اسمی، حائل شدنه به دلیل شرایطی که خود مولا داره. حالا توضیح ما بدم بعد عرض بکنم. اون یه بحثیه به نام وجه خاص. ببینید اینی که حالا اینو بعدم میگم، اگه مجددی سوال کردی اینو میگم، به نام وجه خاصی بحث بسیار مهمیه که اتوان همین بحث اسم همینو درست میکنه، بحث وجه خاص. من و خدا اینجوریه، من و خدا یعنی منحصراً در بحث شفاعت نیست ارتباط ما با خدا، یه بعد وجه خاصی داریم ما. ببینید تو شفاعت های دنیاوی خب معلومه این شفاعت از شفع و معنی جفت شدن، یه جفتیتی این وسط باید درارید. خب ببینید ما یک قانونگذار داریم، دنیاویش رو نگاه کن، یه قانونگذار داریم، یه قانون داریم، یه جزای مترتب بر قانون داریم، درسته؟ این مولای قانونگذاره، یک قانونی میگذارد، حالا سنتی میگذارد خب، و یک جزای مترتب بر این قانون، که هر قانونی چون تولید عنوان مجرمانه میکنه، حالا اینجا هم تو پرانتز من این عرض کنم، بارها هم عرض کردم اینو، یکی از اشکالی که ما با این بغلیا مجلسی آدم ها داریم حجم قانونگذاریه. حجم قانونگذاری تولید عنوان مجرمانه میکنه، هر یه قانون تولید عنوان مجرمانه میکنه، چون یه جزا باید برش دید، و یعنی بر قانون جزا بار نشود اصلا این قانون حکیمانه نیست. شما باید بگی اینجوری بکنی اینجوری میشه، خب نمیتونی بگی آقا اگه اینجوری بکنی دیگه، حالا دیگه خودت میدونی دیگه، حالا هر جوری ممکنه بگی، این دیگه اصلا قانون نیست اصلا. خب یا مثلا اسماء الهی نتیجه داره، مثلا اسم غفور رو شما رو شما عملیات انجام بده شما بخشیده میشی دیگه، نمیتونی بگی که مثلا اسم غفور عملیات میده هیچ نتیجه هم نمیده، مثلا هیچ نتیجه این طرف اون طرف نمیده. از تولید ما برای همین یه دعوایی که با این معاونت قوانین داریم، البته معاونت قوانین قبول دارن، اینا اشکال آیین‌نامه داخلی مجلسه، که اینم خودش یه اشکال سیاست‌گذارانه است که آیین‌نامه داخلی مجلس رو خود مجلس باید عوض بکنه، برای همین رأی نمیده. یعنی چون یا آقا شما حق نداری مثلا قانون تولید بکنی اینقدر، بعد میذارن تو شور میگه آقا حق داریم قانون تولید بکنیم، یا نه میشه نه حق داریم قانون تولید کنیم. خب این ستاست. ببینید مستشفع با شفیع تو این نظامات دنیوی کاری که میکنه اینه که میاد یا در حقیقت سومی یا دومی رو نقض میکنه، که منجر میشه به نقض اولی اصلا.
خب یعنی میاد یه کاری میکنه با مستشفه، مستشفه با شفیع، کسی که داره شفاعت رو میخواد بگیره، میاد یه کاری میکنه، یا قانون نقض شه، قانون تخصیص برداره نسبت به این، خب، یا اینی که فرض فرمایید این قانونه مثلا تخصیص برنداره، یه جوری از جزا این فرار کنه، او از مجازات این فرار کنه. در هر دو حالت این قضیه این نقض مولویت مولاست، یا مولا این حکمتش یه جوری بوده ندیده این قانون شامل گرفته، او اینو سنت کرده بی خودی، یا اینی که به هر جهت اینا تونستن یه کاری بکنن که اون قانون نقض بشه، برای قانون نقض شده است به عبارتی. خب و این مجموعاً یه همچین اتفاقی رقم میخوره تو ارتباط های مستشفی با شفیع، که شفیع قانون نقض کنه لذا مولویت مولا رو تخریب میکنه. سخن در این است که شفاعت در منطق دینی کدوم این کارا رو میکنه؟ آیا دایره مولویت مولا رو خراب میکنه؟ آیا قانون رو خراب میکنه؟ یا جزای مترتب بر قانون خراب میکنه؟ کدوم رو کدوم تو کدوم اینا دخالت میکنه؟ یه جواب بدید. جواب دیگه هیچ کدوم نمیتون خراب کنه. نکته بامزش اینه عملا هیچ، نه قانون خراب، نه سعه قانون خراب میشه، نه مولویت مولا بین میره. خب این همون چیزیست که داره تو دعای سحر میگه به واسطه، من اینجا یه مختصری بگم دیگه مفصل ترشو، به واسطه وجود اسماء در تراتیب مستشفه و شفیع، شفیع و مستشفه با هم دیگه یک اتفاقی درشون رقم میخوره، یا هر دو با هم یا یکی، مثلا اقتضای ایجاد میشود درش. مثلا فرض فرمایید که تزلل عبد، خب مثلا شما الان ببینید یک اسمی میخواد روی این کار، حقیقت توبه شفاعته، اصلا خود اسما دارن شفاعت، شفاعت یه آدمی رو در نظر نگیر، شفاعت اسما. آقا فرض کنید یه اسمی میخواد روی علی‌الظاهر این اسم داره روی این بنده پیاده میشه، اسم منتقم الهی، خب طرف داره چیکار میکنه؟ یک تزللی از خودش به خرج میده. خب این باعث میشود که اسمی سابقه بر این اسم، مثل رحمت و غضب که میگم یه اسمی سابقه بر این اسمه، این به واسطه این اسم، این اسم سبقت میگیره، اون اسم کماکان داره کار میکنه، این اسم هم کار میکنه، تو این اسم زیر پر اون اسم هستن. خب این داشتهشو از اون اسم داره میگیره. شما ببینید در دعا میگید که خدایا در حقیقت الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، من اقرار یعنی به گناه رو میکنم توسل. توسل به چی؟ توسل به اسم. خب باعث میشوم که نه نقض قانون، نه مولویت مولا، نه جزای حاصل بر اون قانون، عملا اسم دیگری داره سبقت میگیره بر اون اسم. اون اسم در حقیقت، حالا شما میگید کانال جدید میزنه، درسته. خب به عبارتی مستشفی شمول قانون داره خارج میشه، بله، این تخصیص نیستا. خب عملا قانون جدید، اسم جدید، رفتن سراغ اسم جدید، جوشش اسم جدید دیگری در این ارتباط، خب ارتباط شخص است با اسم، این میشه شفاعت های اسم. منتهی مراتب حواستون باشه روی قل الله شفاعت و جمعی ها باید نگاش کنید، نه رو چیز دیگری. این تقدم اسما به هم دیگه است. تکوین خدا هم همین جوریه، تقدم اسما بر هم دیگه، تشیین
شفاعت های تشریعی در اون عالم هم از همین قسم تکوینیه که روح شفاعت اسماء صورت میگیره، خب نه رو الحاد اسماء که حالا بعدا میگم یه تعبیر ما داریم یلحدون اسماء، یعنی اسماء از چیز خارج شن، از قاعده خارج شن که الحاد اسماء میشه. قرآن اینو به عنوان در حقیقت یه معنا میگه، معنی الحاد اسم. خب به کسایی که میخوان اسما رو یلحدون، اسما که میخوان اسما رو به الحاد بکشونن، یعنی از اون توحیدیش خارج بکنن، میشه الحاد اسم. دیدید دیگه از الحاد اسم، الحاد اسم. قرآن خیلی کتاب مهمیه واقعا، نمیدونم چرا نمیفهمیم. تو سوره مبارکه اعراف آیه 180 این بحثه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، که میخوان الحاد ایجاد بکنن تو اینا. درست شاه ابراهیم، منتها تو مثالا حواستون به جهات مبعدش فقط باشه، خب حواستون به جهات مبعدش باشه. تو قل، یعنی قل لله شفاعت و جمیع رو تخصیص نزنید، خب کما اینکه ملکیت رو تخصیص نزنید، ملکیت هم افاضه مثلا چیز نگیرید، مثلا انگار خدای ملکیتی داده به بعضیا، خب یا یه شفاعتی داده به بعضیا، اون اذن رو هم همون جوری در منطق اسم بفهمیم و شأنیت و نفسیت. ما میبینیم که شفاعت نه تنها سببیت رو نقض نمیکنه، ملکیت رو نقض نمیکنه، تأکید میکنه. شفاعت به این صورتش نه تنها نقض نمیکنه، چون که فرآیند اسم رو داره، هی تو فرآیند اسمه، تو همون فرآیند اسم و به اسم داره تأکید میکنه، ولی اینو نقض میکنه. یک چیز رو یه خلاصه ذاتی رو و یک سببیت های فیکس رو، خب که تو باید مثلا این کارو بکنی تا اینجوری بشه، نه اینجوری نیست. تو باید دارو بخوری تا شفا پیدا کنی، نه اینجوری نیست. بله شما با این کار یه موقع میخوای حکمت رو بری زیر سوال یا نه. گاهی اوقات اتفاقا مثلا فرض فرمایید که اینم هست، من یه موقعی هم گفتم باید حکم مواطن رو مثلا امیرالمومنین نگه داره، اینا به جهت الگوییشون باید حکم مواطن رو نگه دارن. اتفاقا مثلا کسایی که خدا بهشون یه قابلیت هایی میده، مثلا اینجوری نیست آقا بهجت هی تیل ارز کنه، با اینکه تیل ارز کف مقام آقای بهجته، خب یعنی تیل ارز مقام بالایی نیست اصلا. ولی اتفاقا یه بحثی هست، ما اگر یه موقع با دوستان فصل هودی رو خوندیم و راجع به حضرت هود من صحبت کردم، بخش فصل لوطی، اونجا این بحث حکم مواطن بحث مهمیه، خب که نباید موسی چیزی رو نقض کنه، نباید موسی دعا کنه خوب شه، یعنی فقط دعا کنه مثلا دارو نخوره، حکم مواطن باید بمونه سر جاش. برای همین از آقای بهجت مشهدش هم باید با چیز بره، باید با خلاصه پا بره، باید با چیز بره، تیول ارزی نمیتونه بره. خب اینا حق اینجور کارا رو ندارن. برای همین است که من یه انتقاد و مایی نسبت به این داستان زندگی پس از زندگی که اصلا غیب لو نمیره هیچ موقع، این لو دادن غیب به این صورت با بیل، این دعوه اصلا علما نبوده، برخی هاشون معزون بودن تو برخی از شرایط یه چیزایی بگن. حتما شنیدید آقای فهری، استاد آقای فهری مثلا دوست آقای بهجت بودن، شاگردای مثلا آقای قاضی بودن، نماینده امام بود تو سوریه دیگه آقای فهری، استاد آقای فهری. داستان شنیدید با آقای بهجت، یه موقع میره پیش آقای بهجت میگه که خلاصه حالا چی میگه من نمیدونم، یه ممتقی یا بهجت یا آقای بهجت گریه میکنه، اینا علی آقای بهجت
تعریف میکنم، یه گریه کرد پیش آقای بهنام، گفت ما با هم شروع کردیم، پیش آقای قاضی بودیم، تو ادامه دادی، چی شد فلان اینا همه اینا، خلاصه تو رفتی ما جا موندیم چه و اینا، اینقدر عجز و لابه میکنه پیش آقای بهجت که آقای بهجت گریهش میگیره، میگه یه چیزی از اون چشمهایی که دیدی بگو، قسمت میدم به تمام این نون و نمکی که با هم خوردیم. خب اونجا بود که آقای بهجت یه غیب رو کرد، یه گفتش که امام رضا به من فرمودند که مگه میشه کسی به سمت ما پناه بیاره ما پناهش نمیدیم. این غیبی بود که لو داد اینا، نه مگه میشه کسی ما پناه بیاره و ما پناهش ندیم. این رعفت امام رضاست و این رضای امام رضاست. این اصلا حکم مواطن رو نگه داشتن برای آدم هایی که موطنهای بالا پیدا میکنن یه ضرورته. مثلا یه نفر دیگه ممکنه تیول عرض بکنه، طوری هم نباشه، آقای بهجت بخواد هی تیول عرض بکنه طوریه، چون باید احکام مواطن رو نگه دارن. لذا حضرت علی باید بره جای پیغمبر بخواد بدون اینکه بدونه، نباید بدونه، خودش ها میتونه بدونه ولی اذن نداره در دانستن، چون حکم موطن باید حفظ شه. این بحث دیگه است اینا. ولی ذاتی باشه، سببی باشه، هیچ انگار اسما همینجوری اومده، هیچ اسم دیگه سابقه بر اسم دیگه نیست، نه اینجوری نیست، این هم ممکنه واقعا با دعا شفا پیدا کنه، دارو هم نه، حکمت خدا هم نمیخواد زیر سوال ببره. آدمی هم نیست که مثلا فرض کنید حکم موتن رو مثلا بخواد نگه داره، خب مثلا آدمش در این سطح نیست، سطح آقای بهجت نداره که بخواد حکم مواتن رو نگه داره. خیلی خوب، نمیدونم این توضیح مختصر تا حدی جا افتاد یا جا نیفتاد، ان شاء الله جا افتاد دیگه، تا حدی جا افتاد. خب یه صلواتی مرحبا بفرمایید. بله دقیقاً این بحث خیلی فراره. بله نیاز به مواصله داره، نیاز به تکرار داره، نیاز به هی بحثا رو از زوایای مختلف نگاه کردن داره، ملکیت و هی تو قرآن دنبال کردن داره. اگه میگن ولا یکن همک آخر از سوره، همه تو نذاره همینجوری کلنگی قرآن بخون برو جلو، یه مقداری رسید به ملکیت، رسید به شفاعت، رسید به اینا، این مباحث رو یه مقداری خلاصه حضم کنید، جزمش بکنید. اینا دارم توضیحات دقیقی خدمتون عرض میکنم، انصافا توضیح دقیقیه توضیحاتی که داریم عرض میکنم خدمتون، که چجوری از ملکیت شفاعت به اذن نتیجه گرفته شده، عملا داره توضیح میده اون شفاعت به اذن و جایگاه اون موقع این توحیده که شما نفی قوانین اقتصادی میکنه. ببینید از اینا میخواد چه خروجی بگیره مهمه. اصلا نقش آیت الکرسی در سوره بقره، من یه موقعی هم گفتم، میخواد قواعد اقتصادی رائج رو حذف کنه. خب شما تا بحث آیت الکرسی واقعا این منطق جا نیفته، اونو شما نمیتونید حذفش کنید، و اینه دارید گلواجه میگید. خب دارید از خودتون حرف میزنید همینجوری. اینی که بخواهد، بله دیگه، یعنی شما بخواهد ربا رو برداره، بخواهد منطق اقتصادی انفاق محور رو، شما تو این جایگاه میتونید اونو نفیش بکنید، و اینه دارید همینجوری رو هوا علوم انسانی چیزی میگید، علوم انسانی غربی میگین، بعدش هم میرسید به یه تعارض درونی کلن دارید احساس میکنید خودتون با خودتون. خب اینا باید با آیت الکرسی، نه با فهمش، قلبیش کنید این رو، قلبی بشه ایمان، ایمان بشه اونا رو اون منطقهای ربوی دیگران رو نفی کنه، منطق خودش رو جا میندازه. سیستم عاملتون باید بشه آیت الکرسی، که هم کثرت رو نگه دارید، وحدت رو نگه دارید، مالکیت رو نگه دارید، شفاعت رو نگه دارید، توزیع سیستم عاملتون این بشه،
اون بحث میاد بالا. ولی اگه سیستم عاملتون این نشه، خصوصا چیزی نمیاد بالا، بیادن بالا چیزی به درد بخوری نمیاد بالا، یه دموی میاد بالا. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حات به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز 28 ماه رمضان گاره همین دیروز بود گفتیم سفره تا باز شود زود گدا می آید. حالا باید خداحافظی کنیم. فنحن مودعو وداع من عز فراقه علینا. چقدر این خداحافظی سخته و غمنا او حشنا انصرافه عنا. ما داریم وحشت میکنیم از این شرایط در بیایم چی میشه. ولزمنا له الزمام المحفوظ. یه زمام و پیمان محفوظی بر ما هست. و الحرمت المرعیه، یعنی عزیز من از ماه رمضان رفتی بیرون، بی پیمان نرفتی بیرون و نباید بری بیرون. خود این شرایط یه پیمان داره از شما میگیره برای بعد خودش. خیلی حرف مهمی. و لزمنا له الزمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون. السلام علي يا شهر الله الأكبر. خدا يا عيد يا عيد أولياء. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات. أجب لهزات خشي يا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال. انگار آرزوها اومد دم دست. ونشرت فيه الأعمال. اعمالی که موجب خوشنودی پخش شد آمد وسط. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا.
و افجع فقدو مفقودو و مرجو عالم فراقو. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماذ. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. دلم النار شد وقلت فيه الذنوب. گناهانمون کم شد خدا رو شد. یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد حسان وعلى أصحاب الحسان ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیام قلب نازنین امام زمان از مرادی خوشنود بدان. در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایجان قرار. خدا این توسلات مناجات ذخیره قبر و قیامت و دنیای ما بگرد. خدا پدر مادر ما را ببخش و بیام. خدا نسل دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بگرد. خدا همه استکبار جهان سر همه ممالک اسلامی کم و کوتاه بفرمان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام هادی واصل بفرمان. مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب معید و انصارشون بدن. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما بعد از اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در روح خودت قرار نده. به نبی آله به فاتحه مع الصلاوات. اللهم صل.